زنجیری هم یک تن زنش را در تب تاریک بختانی به ضرب دشنه ای کشتن است. من شوهر را اگه بزا بده که اگه چیزی پیش اومد چه هست بشه یا مادر نه چه بوده زندگی مردم مایا کمیله دختر و زن رفتم از دیار مادرم در خواب. اگه پول تو جیبم کثیف بود چون میخواستم تا رو تماس بچرخونم. امشب تئاتر یک دقیقه و 13 ثانیه مخاطب خاص داره. مخاطب خاصش هم کسایی هستن که این داستان از زندگی اونا برگرفته شده. عالی بود ولی واقعا درد زنهای کارتون خواب نبود، چون ما کارتون خوابی کردیم. من خودم 22 سال کارتون خواب بودم، فقط کتک خوردم، باتون خوردم، اذیتمون میکردن مامورای شهرداری. واقعا عذاب میکشتیم تو زمستون، تو تابستون. 5 صبح ما رو از پارک مینداختن بیرون تو کوچه، پس کوچه ها این برانور همش، یعنی درد ما نبود. کار خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود، محتوای قشنگی داشتش و متنی که شما انتخاب کرده بودین متن به خاطر کارتون خوابی بود و یکی از مسائل روزمره زندگی مردم بود و توی اجتماع ما بود. خیلی کار قشنگی بود، متن خیلی قشنگی بود، خوب رسوندن بچه‌ها و بچه‌های ما از این بابت خیلی خوشحال هستن، خیلی قشنگه. و اگه بتونن این مسئله رو به وزیران یا به دولت بیشتر ارقا کنن خیلی بهتره، خیلی مسئله جا افتاده تر میشه و برای بچه های کارتون خواب بتونن کاری انجام بدن. خیلی ممنون میشیم، ما خیلی متشکر میشیم از این بابت. نماد بود ولی این درده کشیم که ما همه رو کشیدیم تک به تکشو، یه نمایش بود. ولی خب من فکر میکنم که هیچ وقت اون نمیتونه جای منو بگیره، چون فقط نمایش بازی کرد، یه نمایش نامه بود همون. چرا تصمیم گرفتیم بچه های طلوع امشب بیارید اینجا؟ آدم هایی که متولد میشن بالاخره باید همه جا برن دیگه. تئاتر مونده بود، نرفته بودیم، دریا رفته بودیم، جنگل رفته بودیم، خیابونا رفته بودیم، تئاتر نرفته بودیم، سینما رفته بودیم، شهربازی رفته بودیم، بچه بهبود یافته اینجا رو نرفتیم. کودکیه رو تمام این نمایش هم حرف از این بچه بود، بچه بود که دیده نشده بود، آدمه بود که دیده نشده بود، آدمه بود که طرد شده بود. فکر می‌کنم تو نمایش کسایی که دور هم توی نمایش جمع میشن آدمایی هستن که دنبال اینن که یه معجزه کنن، انقلاب کنن، میخوان با هنرشون یه چیزی رو تغییر بدن.
ما هم امروز اومده بودیم اون تغییره رو اون تحوله رو ببینیمش. من مطمئنم 80% این جمع سلامتیش اول خدا دوم به واسطه یه طلوع بوده. میخوام از ته دلت از خدای خودت به طریقه خودت بخواهی که در طلوع برکت رو، همدلی رو، پوشش رو، معرفت رو، توبه رو عطا کنه. یکی از دوستامون به من گفت ای کاش خانوما رو نمی آوردی. الان ساحل دیدم داره اینجا گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت یاد مادرم افتادم. گفتم آره منم یاد بابام افتادم، منو برد گذاشت پرورشگاه. منم یاد ننه خودم افتادم با بدبختیامون. ولی یه سوال تهش به ذهنم میرسه، بابات ناآگاه بود، ننت ناآگاه بود، تو خودت چی کاره ای الان؟ تو خودت چی کاره ای الان؟ خدا رو شکر ما میتونیم هفته 7 نفر 8 نفر رو پذیرش کنیم و از خدا میخوام این توانایی رو به همه ما بده که بدونیم داریم چی کار میکنیم. بعضی موقع ها بازی ها باعث میشه یادمون بره که چی کار داریم میکنیم. بدونیم داریم چی کار میکنیم که حداقل ما مقابله کنیم با نماد شدن کارتون خواب در این جامعه. پنج سال کارتون خوابی داشتم. البته کارتون خوابی من طوری بود که توی منزل خودم کارتون خواب بودم، توی خیابون نبودم ولی توی منزل خودم کارتون خواب بودم. من خودم توی گروه هنر بودم، توی تئاتر بودم، ولی رفته رفته به خاطر که دولت حمایت نکرد، جوونا رو حمایت نکردن، رفته رفته توی منزل خودم کارتون خواب شدم. یعنی از خودم مایوس شدم، از هنری که داشتم و از اومدم طرف مواد دیگه. درد زن کارتون خواب اینه که هیچکی بهش بها نمیده، کسی دستشو نمیگیره. من خودم 56 سال اعتیاد داشتم ولی نمیدونم راهشو بلد نبودم، پولشو نداشتم. الان کمپا میخوای بری باید 700 تومن بدی، 800 تومن بدی، 21 روز بمونی. ولی طلوع بینشان ها واقعا داره کارتون خوابا کمک میکنه. درسته هفته یه بار میره قضا میده تو پاتوقا ولی جذب میکنه. همین کارشون باعث شد که من جذب بشم و 2 سال منو نگه داشت، امنیت داد بهم، سرپناه داد و امروز خونه دارم، زندگی دارم و یه فیلم بازی کردم و یه زن موفقی هستم. شما کارتون خوابی داشتی؟ من بله. اصلا چی شد که تصمیم گرفتی زندگی تو عوض کنی؟ پیام گرفتم. یعنی چی پیام گرفتن؟ توی خیابون یه خانومی به من پیام داد، منم اونو انتقال دادم به شوهرم و تا الانم موفق بودم. اینجا به هر کسی سرویس نمیدم، مشتریای خاص خودشون. من اینجا هم مدیرم، هم آشپزم، هم کافچیم، هم نظافتچیم. هر کی میاد اینجا باید بره زیر بار قانونای این کافه. مثلا
نه دیگه ببین، نه تو نه هیچ کدوم شما نپرسید این قانون دوم چیه، قانون سوم چیه، قانون چهارم چیه. یعنی واسه همینه که این مملکت پیشرفت نمی‌کنه، کسی سوال نداره. بپرسید قانون دوم اینه، ما اصلا اینجا منو نداریم. کلن هرچی داریم دو بخشه، بخش اول خرت و پرتایی که شماها میارین، من خوردنیاشو جدا میکنم، آشغالاشو میذارم کنار، اون خوردنیاشو خوشگل میکنم، واسه خودتون سرو میکنم. دومی از اون باحال‌تره، سه هیچی ناتینگز، هیچی چیز مهمی ها، فکر نکن چیز علکی. بعضی وقتا میرین تو این کافه های معروف میشین، گشنگی تشنگیتون رو باید با حرف زدن فراموش کنین، اما اگه پولی میدین میرین. اینجا با بابت گشنگی هر کسی پول نمیدین، اینجا گشنگی فیریه. کارتون خواب یعنی چی؟ من امید 25 تا 30 سال کارتون خواب هم هستم، کارتون خوابه که بخواهم تو خواب میخوابم، بعد بچه پرورشگاهی هم هستم. نزدیک 30 سال پدر مادرم گم کردم تو مشهد، بعد کارت خوابی آمدم تو همین پارکی که الان داره اینجا برنامه، بعد کارت خواب همینم، همین پارکی که الان برنامه داره، اون موقع اینجوری ساخته نشده بود، کارت خواب همین پارکم هم اصلا من، اون موقع پارک سرباز بود، بعد پارک ایران شهر شد، بعد آمد الان پارک هنرمندا شده. از اینجا باز رفتم توی لاله‌زار، مثلا توی یه گروهی بودیم، گروه بچه مشهد بودیم، ما هم دیگه زندگی به شبا میمونیم که بازگه هم داشت میخوابیدیم و هم نصف مصرف میکردیم هم میخوابیدیم. بعد کادخوابی گردی رفتم تو لاله‌زار، یه اونجا با چرخ چهارچرخ کار میکردم من. یه ساعتی بود به نام تئاتر پارس، کارگر همون تئاتر پارس هم بودم من، رفتم اونجا کار کردم تو تئاتر پارس با آقای اصغر زمانی خدا بیامرز، اونجا کار کردم. بعد تئاتر رو اونجا خیلی دوست داشتم، یعنی هنرمندی رو خیلی دوست داشتم، ولی آدم بی‌سواد بودم، نتونستم مثلا به کارم ادامه بدم. کسی که کارتون خواب میشه به نظر من از نظر اینجا مشکل داره. شما ببینید یه نفر میلی تو بهترین خونه میتونه کارتون خوابی کنه، بخواد که روانش به هم میریزه، نمیتونه تصمیم بگیره. فقط به خاطر اینه که میگم ببینید یه نفر اگه میره توی پارک داره استفاده میکنه، من خودم میگم مثلا من اگر دارم مصرف میکنم چیزی، همون لحظه مغز من دیگه به این فرمان درست نمیده، ممکنه شب هم اونجا بخوابم. همینطوری که پیشرفت میکنه میره جلو، خب در نهایت همه چیزش رو دست میده. واقعا درد کشیدم 22 سال، سرمای زمستون، گرمای تابستون تو پارک بودم بدون هیچ سرپناهی، اینقدر برف میمد روم که احساس میکردم دارم میمیرم دیگه، همه استخونام یخ میزد، گشنگی، گرسنگی، حتی توان اینو نداشتم با این پام برم سطلای آشغال بگردم، غذای تمونده های ساندویچی های غذای تمونده. اصلا تو کارتون خوابا کسی غذا نمیخوره که تمونده ای باشه، اینا میگفتن آشغال رو سوا میکنیم، ولی آشغالی ما نمیدیدیم که بخوایم سوا کنیم توش حتی یه لقمه غذا باشه، مثلا آشغالی وجود نداره غیر کاغذ و مشما. ما یا دنبال مشما بودیم که یه سرپناه تو زمستونا برای خودمون، تابستونا هم دنبال یه درخت میگشتیم که زیرش تابستون رو سر کنیم. الان از زندگی راضی هستی؟ خیلی عالیه، خیلی خوبه، خیلی راضی هستم. برای من مخاطب میخوام که اینو توضیح بدین، کارتون خواب یعنی چی؟ و اگر من تو خیابون کسی رو میبینم که خب حالا سقفی بالای سرش نیست، چی کار میتونم براش انجام بدم؟ اصلا کاری میتونم انجام بدم؟ تو هندیا دیدی با چشماشون چیا بهش چی به اسمشون بهشون میگن؟ با چشماشون قطار رو نگر میدارن؟ چی بهش میگن؟ کیا اصلا توی هند با چشماشون میتونن قطار رو نگر؟ مرتضا. مرتضای هندی فقط تونستن چی کار بکنن؟ پرهیز بکنن. با یه پرهیز کردن میتونن با چشماشون یه دونه قطار رو نگه دارن، میتونن یه آدم از رو زمین بلند کنن. ما هم اگه پرهیز بکنیم میتونیم یه دونه کارتون خواب رو زمین بلند بکنیم. پرهیزمون هم غیبت کردن، قضاوت کردن، ما یه قضاوتمون رو از روی یه دونه کارتون خواب برداریم میتونیم بهش کمک بکنیم. با چشمامون میتونیم از رو زمین بلندش بکنیم. گذشتهش رو نمیدونیم چیه، داریم قضاوتش میکنیم.
زمانی هم که داریم قضاوتش میکنیم این چشمامون هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه پرهیز بکنیم، پرهیز کنیم فقط از قضاوت، فقط قضاوت. قول میدم جامعهمون یه جامعه دیگه است، زندگیامون یه زندگی دیگه است، احساسمون یه احساس دیگه است، درکمون یه درک دیگه است. میتونیم با روحاشون ارتباط برقرار کنیم. روانشون چیزی نمونده، یه واقعیتی که از روان این بچه‌ها توی خیابونا چیزی نمونده، از جسمشون هم چیزی نمونده، ولی روحشون مونده. اون آدمی که داره تو خیابونا زندگی میکنه نشونه بی تفاوتی ماست نسبت به اجتماع. شما دارید با این نمایشی که امروز این بچه‌ها بازی کردن یه تلنگر بزنه به اجتماع. فقط اینکه حالا قضاوتش نکن، اگه براش کاری نمیکنی قضاوتش نکن، فقط همین. رفتم تو قبر من واقعا رفتم. اونی که میگه من دستی گذاشتم دهن بچه، واقعا من این کار رو همه موسیقی کردم، یعنی کردم این کار رو دقیقا انجام دادم، ولی یه نمایش بود. ولی خب خوبی مثلا جالبش اینجا بود که من اینو میفهمم، اون هیچ وقت منو درک نمی کنه چون اصلا دردی منو نکشیده، خونده یه متنی رو تمرین کرده، نهایتش اومده فقط یه نمایش بازی کرده. من شبای سردی و تو زمستون چند سال پیش که 3 روز تعطیلی عمومی اعلام کردن، تو همین شهر تو همین خیابونای شهر تا صبح از سرما سجه می‌زدم و راه می‌رفتم و فوش به خدا بودم. می‌دونی کی به من کمک کرد؟ کسی که درد منو کشیده بود، نه اینایی که بهم خندیدن، نه کسایی که با باتون برگشت و میتونید اینجا بخوابید گفتید نه جا نیست. من به ضرب باتون روی سرامیک 40x40 خوابیدم روی سرامیک 40x40، مجبورم کردم. چه توقعی داری از کسی که میگی درک نمی کنه؟ من توقعی نمیتونم داشته باشم از اونا مطمئنن با افرادی که این زجر رو کشتن، اینجوری زندگی کردن، خب بالاخره آشنایی داشتن، از پشتش یه دانشی هستش، اونا هم بالاخره خبر دارن، چون اگر خبر نداشته باشن نمیتونه. الان این بازیگری که من دیدم خیلی عالی بود، اصلا زندگی من اومد جلوی چشم. من حالا به اون شکلی که اینا گفتن کارتون خوابی نکردم، اما منم تو زندگیم خیلی دردا کشتم، خیلی زجر کشتم، همش یادآوری شد برام و میدونم کسای دیگه هم این نمایش رو ببینن، این تئاتر رو ببینن و روشون تاثیر خوب میذاره. زندگی شبیه زندگی کدوم یکی از نقش ها بود؟ والا تقریبا به همهشون
با همهشون چیز بود. فقط اون قسمتش که میگفت کارتون خوابی توی قبر و اینا ها، نه من نکردم، ولی بقیهش همه نه، منم نکردم این کارو، ولی خب اون چیزی که اون داشت ما داریم دیگه، تو خودمون داریم میبینیم. من خب اون چیزایی که اونا گفتن هیچ کدومش نبود، ولی من معتاد قشنگ درک میکنم. معتاد به مواد اصلا نیست، معتاد ممکنه یکی بی خودی کسی رو قضاوت کنه، یکی چه میدونم دیده بد داشته باشه. خیلی بیمار، اینا همش بیماریه، اینا بیمار پنهانه، ولی مثلا آدم میتونه کار کنه رو خودش، میتونه با تمرین نگاهش رو عوض کنه. من نداشتم هم چیزایی که خانم گفتن، من نداشتم، ولی خب من میفهمم، درک میکنم. ولی خب اون چیزی که من میخواستم و چون مطمئن بودم، خب پیش کنیم چون همه بازیگر بودن ما میشتافتیم ایشون، اون چیزی که من میخواستم به دلم ننشست، چون هیچ وقت نمیتونه جای ما باشه، هیچ وقت. روی هم رفته من ولی تشکر میکنم ازشون. خوب بود این که گذشتمون رو یادمون آورد، یه تلنگر شد واسه ما که دوباره ما قشنگ چشممون رو دوباره باز کنیم، از نو باز کنیم. حق مطلب ادا شد. در تو بازیگر من خیلی از هنر چیزی نمیدونم، ولی ما ربط خوردیم، من خودم ربط خوردم به نمایش، تونست گریه منو در بیاره. به خصوص لحظه آخری که خوندن، خیلی وقتا سکوته بود، اون سکوته بیشتر جواب میداد به من مخاطب، و بچه همون هم نگاه میکردم دیدم ربط خورده بودن، از عشق تو چشمشون مشخص بود. با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه، یه زن بود یه زن با دستای با چشمای محروم، با پاهای خسته، بچه که توی خیابون این شهر داره فال میفروشه، اون داره اشکال نداره، خریدم نمی کنیم ازش، لبخند که میتونیم بزنیم بشه، لبخند بزنیم بشه، تحقیرش نکنیم، عجیب کروکودیل نبینیم توی خیابون. اون باباشو میخواد، اون وایساده باباشو میخواد، داره فال میفروشه، بده باباش، باباش هم مواد مصرف کنه، اشکال نداره، ولی اون باباشو از ما میخواد. برای باباش چیکار کردیم؟ برای خودش نتونستیم کاری بکنیم، چه برسه باباش. ولی اون باباشو از ما میخواد، مادرشو از ما میخواد، ولی ما داریم طردشو میکنیم، طرد اجتماعی. ممنون. یا علی مدرم.